سلام دوستان، بیش از 50 نفر از عزیزان از من سوال پرسیدن و گفتن که چه لزومی داره که برای انتقال انرژی الکتریکی در خطوط انتقال بخوایم ولتاژ رو افزایش بدیم، اونم به میزان 400 کیلوولت. توی این ویدیو میخوام 0 تا 100 این موضوع رو برات باز بکنم تا دیگه مشکلی نداشته باشین. خب اگر برای اولین بار هستش که کانال من رو دنبال میکنین، بهتون پیشنهاد میکنم برای دیدن ویدیوهای بعدی روی کلمه سابسکرایب بزنید و از رنگ قرمز به رنگ خاکستری تغییر بکنه و با لایک کامنت از من حمایت بکنه. خب میرو سراغ بحث خودمون. نگاه بکنید، فرض بکنید که ما این نیروگاه ما هست، این قسمتی که من اینجا اشاره کردم بهش، فرض بکنید که نیروگاه ما هستش. توی این نیروگاه ما یه دونه ژنراتور داریم و یه دونه ترانس افزاینده. این ژنراتور ما که خروجیش عموما بین 10 تا 12 کیلوولت هستش و بعد از اینکه از خروجی ژنراتور خارج شد وارد یک ترانس افزاینده میشه، ورودی اون 12 کیلوولت و خروجی اون 400 کیلوولت. اتصال سیمپیچ های این ترانسفورماتور هم به شکل ستاره به مثلث هستش. علتش این هستش که این اتصال مثلث موجب حذف هارمونیکا میشه و این اتصال ستاره هم به جهت اینکه ما نورش رو میتونیم به سمت زمین هدایت بکنیم موجب تثبیت ولتاژ و خدمت شما هست که از نورش هم میتونیم برای مصارف داخلی نیروگاه استفاده بکنیم. حالا برمیگردیم به این موضوع، ما چرا ولتاژ رو از 12 کیلوولت یا از 10 کیلوولت به 400 کیلوولت افزایش میدیم؟ فرض بدیم بگیرید که پی هست ولتاژ ضرب در جریان. خودتون میدونید دیگه، ساده ترین رابطه ای که برای توان میتونیم در نظر بگیریم، توان ولتاژ ضرب در جریان، درست شد؟ خب همونطوری که میدونید توان یا مصرف کننده ما همیشه ثابت هستش. فرض بکنید که نیروگاه نکا یه بخشی از خدمت شما عرض شود که تهران رو داره انرژیش رو تامین میکنه، خب مصرف تهران ثابت هستش، میشه همون پی ما. پس ولتاژ و جریان که در همدیگه ضرب میشن میشن توان ثابت ما. فرض بر این بگیرید که ما مصرف یه قسمت از برق تهران 100 مگاوات هستش، 100 مگاوات برابر است با ولتاژ ضرب در جریان. خب ولتاژ ما چند هستش؟ 10 کیلوولت که معادل است با 10000 ولت. خب من این 10 کیلوولت رو باید ضرب در چه عددی بکنم تا 100 مگاوات من بده؟ ضرب در 10000 ولت، 10000 آمپر. 10000 ولت ضرب در 10000 آمپر معادل است با 100 مگاوات. خب حالا نتیجه بگیرید، اگر ما بخوایم 100 مگاوات رو به تهران برسونیم به ازای ولتاژ 10 کیلوولت باید 10000 آمپر رو توی خطوط انتقال انرژی انتقال بدیم. خب این یعنی اینکه ما حداقل توان رو در نظر گرفتیم. اگر توان ما بیشتر بشه که خیلی بیشتر از این هست، این جریان به مراتب چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. حالا فرض بدیم بگیم که ما با همین جریان بخوایم خطوط انتقال رو انرژی رو بخوایم انتقال بدیم، چه اتفاقی میفته؟ اول اتفاقی که میفته این هستش که ما خدمت شما هست و که توی خطوط انتقالمون تلفاتمون افزایش پیدا میکنه. وقتی بخواین از یک هادی جریان زیادی رو انتقال بدین، اونم تو طول مسافت زیاد، تلفات ما خیلی زیاد است، اونم تلفات حرارتی، و این باعث میشه که ولتاژ ما در انتهای خطوط انتقال به شدت کاهش پیدا میکنه. نکته بعدی که به وجود میاد این هستش که به جهت اینکه جریان ما خیلی زیاد هستش، ما مجبور میشیم از قطر کابل‌های خیلی زیادی استفاده بکنیم. وقتی کابل‌های ما قطرشون خیلی زیاد بشه، بازم همون بحث تلفات مطرح میشه، بحث مسائل اقتصادی هم اینجا مطرح میشه، باعث میشه که وقتی قطر کابلمون زیاد میشه هزینه بیشتری بابت خرید کابل باید متحمل بشیم. و نکته بعدی که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم این هستش که وقتی قطر کابلمون زیاد بشه، فاصله بین دکل‌هامون برای نگه داشتن و تحمل اون نیرویی که کابل‌ها وارد می‌کنن بر دکل‌ها، تعداد دکل‌هامون بیشتر میشه و فاصله بین دکل‌هامون هم کمتر میشه، و این یعنی دکل بیشتر و از اون طرف هزینه بیشتر. خدمت شما عرض شد که نکته بعدی که می‌خواستم بهتون بگم این هستش که اگه بخوایم با ولتاژ کم و جریان زیاد انرژی الکتریکی رو انتقال بدیم از نیروگاه نکا به تهران، این باعث میشه که ما در انتهای خط
ولتاژ خیلی کمی داریم. یعنی اگه بخوایم با همین 10 کیلو ولت ولتاژ رو به تهران انتقال بدیم، مطمئن باشیم که از این ولتاژ چیزی نخواهد موند و خیلی کم هستش. و نکته بعدی که می‌خواستم بهتون بگم این هستش که در انتها می‌خواستیم به این برسیم که چرا ما ولتاژ رو افزایش میدیم. حالا بیایید اینجا. نگاه بکنید، توان ساده ترین رابطش از ولتاژ ضرب در جریان، اینجا رو که قبول داریم. حالا ما ولتاژ ما توانمون چقدر بود؟ فرض رو بر این گرفتیم 100 مگاوات رو میخوایم چیکار بکنیم؟ انتقال بدیم از نیروگاه نگاه به تهران. خب ولتاژ ما روی خود جنراتور چقدر است؟ 10 کیلو ولت میشه 10000 ولت. اینو ضرب در یه جریان میخوایم بکنیم. من اینو اگر که ضرب در 10000 بکنم میشه 100 مگاوات. من میام چیکار میکنم؟ میام این طرفم نمیزنم، میگم ولتاژ من که 10000 ولت است، میام جریان خودم رو ولتاژ رو افزایش میدم. وقتی ولتاژ رو افزایش بدم، از اونجایی که 100 مگاوات ثابت هستش، پس جریان مجبور میشه خودش رو چیکار بکنه؟ بکشه به سمت پایین. مثال میزنم، 100 مگاوات عدد ثابتی هستش، من این 10 کیلو ولت رو میکنم 20 کیلو ولت یا 20000 ولت. وقتی ولتاژ رو دو برابر میکنم، پس جریان مجبور میشه خودش رو نصف بکنه، میشه 5 کیلو ولت، 5 کیلو آمپر. بازم مجددا میام ولتاژ افزایش میدم، میگم 100 مگاوات که ثابت است، میام این ولتاژ 20000 رو میکنم چقدر؟ میکنم 50000. درست شد؟ 100 مگاوات، 100 مگاوات مساوی است با 50000 ضرب در چه عددی باید بشه؟ ضرب در 2. نگاه کنید، ما جریان رو از 10000 آمپر به 2000 آمپر کاهش دادیم. اینو میتونیم همینطور افزایش بدیم، ولتاژ رو میتونیم همینطور افزایش بدیم، جریان مجبور میشه که عقب نشینی بکنه و مقدار خودش رو کاهش بده. در نهایت میام چیکار میکنیم؟ ولتاژ رو میرسونیم به 400 کیلو ولت. اگر من ولتاژ رو افزایش بدم به 400 کیلو ولت، چه اتفاقی میفته؟ ولتاژ رو میکنم 400 کیلو ولت، توان که ثابت هستش، پس جریان خودش رو به حداقل میرسونه. جریان که کاهش پیدا بکنه چه اتفاقی میفته؟ فاصله بین قطر کابل‌های ما کاهش پیدا میکنه. قطر کابل‌های ما که کاهش پیدا بکنه، تلفات ما کاهش پیدا میکنه، هزینه که بابت خرید کابل‌ها انجام میدیم کاهش پیدا میکنه. و خدمت شما عرض شود که یه سری از هارمونیکا تو حدود انتقال انرژی اینا از بین میرن و کاهش پیدا میکنن. فاصله بین دکل‌هامو به واسطه اینکه دکرها ما دیگه نمیخوان اون کابل ها رو با قطر زیاد رو بخوان تحمل بکنن، فاصله بین دکرهامون زیادتر میشه و این باعث میشه که هزینه کمتری بابت خرید دکرها بخوایم انتقال بدیم. و در نهایت ما وقتی ولتاژ 400 کیلو ولت رو میخوایم از نیروگاه نگاه به تهران انتقال بدیم، هرچند که تو خطوط انتقال ولتاژ رو به مراتب کاهش میدیم، ولی در انتهای خط افت ولتاژ خیلی کمتری داریم و از اون طرف راندمان ما و بهینه‌سازی ما در انتقال انرژی الکتریکی به مراتب بیشتر میشه. این بود در واقع اون فوت کوزیگری که ما ولتاژ رو چرا افزایش میدیم. پس در نهایت میخوایم نتیجه گیری بکنیم این که چرا ما ولتاژ رو افزایش میدیم. به این جهت که اگر ولتاژ رو افزایش ندیم، یک، جریان ما تو خطوط انتقال افزایش بده میکنه، جریان که افزایش بده بکنه تلفات ما زیاد میشه، هزینه‌ای که بابت خرید دکل و خدمت شما عرض شود که هزینه کار میخوایم بکنیم به مراتب بیشتر میشه، و ولتاژی که تو انتهای خطوط انتقال میخوایم بگیریم به مصرف کننده میخوایم برسونیم به مراتب کاهش بده میکنه. پس با این فرمول ساده توان مساوی است با ولتاژ ضرب در جریان، میایم به این مهم دست پیدا میکنیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر از کانال من بهتون پیشنهاد میکنم که کانال من رو سابسکرایب بکنید و ویدیوهای بعدی رو که در ادامه خطوط انتقال انرژی هست و میخواییم به مصرف کننده برسیم که چه اتفاقی در خطوط انتقال انرژی میفته تا ولتاژ 400 ولت رو میخواییم به مصرف کننده برسیم و تمامی اتصالات ستاره و مثلثی که داخل سیمپیچ های ترانسفورمر هست رو میخواییم به طور مفصل مورد بررسی قرار بدیم، تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.